من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این در آغاز دهه 50 جهش ناگهانی درآمد ایران از نفت و نقش فعال ایران در سازمان اوپک در زمینه سیاست خارجی نیز به شاه موقعیتی خاص داده بود. شاه می‌خواست ایران بزرگترین قدرت سیاسی و نظامی در منطقه باشد. ضعف و عقب ماندگی در ایران مساوی است با از دست دادن استقلال و حتی ایرانیت ما. شاه که در زمان اشغال ایران به سلطنت رسیده بود، آثار ضعف و درماندگی ایران را خود تجربه کرده بود. به عقیده دکتر کریم سنجابی، گرچه شاه اقتدار یافته بود، اما آثار روانی ضعف همچنان در وی به جا مانده بود. با اینکه اوضاع احوال جهانی طوری شده بود که حقیقتاً می توانستند استقلال خودشون را حفظ کنند، ولی با درسایی که از سابق خونده بودند و شنیده بودند و با درسایی که به پدرشون داده بودند و غیره، اینا از سایه سیاست‌های بیگانه پاشد و یک اشاره سفارت یا یک تلگراف از یک محلی که یک نکته رو نشان بده در اینا وحشت ایجاد می‌کرد و کلی یک مرتبه عکس العمل نشان می‌دادند. ایراد اصلی مخالفان شاه به روابط وی با غرب و به خصوص با امریکا بود. گری سیک از مشاوران پیشین رؤسای جمهور امریکا میگوید رابطه شاه و امریکا همیشه بر یک منوال نبود و در این سالها امریکا او را بسیار جدی میگرفت. In the 1950s and 60s, the Shah had generally been regarded by Iranian experts in the US government as someone who had to be dealt with carefully. در دهه 1950 و 1960 کارشناسان امور ایران در دستگاه دولت امریکا عموماً شاه را شخصی می‌دانستند که باید مراقبش بود، چون تمایل به افراط و تفریط داشت و نیازمند به راهنمایی قاطع و کنترل بود. در سال 1972 این طرز فکر تغییر کرد و ما راه را کاملاً برای شاه باز گذاشتیم. از اون به بعد چهره شاه از صورت شخصی نسبتاً متزلزل که مشکلات جدی در پیش داشت به چهره پادشاهی بدل شد، خردمند، سیاستمدار، ژرف‌نگر، هوشیار و توانا که از هر کس دیگر برای حل مشکلات ایران شایستگی بیشتر داشت و بر اوضاع هم کاملا مسلط بود. احسان نراقی میگوید که شاه در میان دولت‌های غربی به امریکا بیش از دیگران اعتماد داشت. به امریکایی‌ها اعتقاد داشت مثل یه برادر بزرگتری که مثلا خیلی اون رو خودش نزدیک میدونه، اما از انگلیس ها وحشت داشت. از انگلیس ها از زمان پدرش میترسید. اون جریانی که برای پدرش پیش آمده و پدرش رو بردن به جانسبورگ و اون جریان و اینها، هم آوردن پدرش هم بردن پدرش، اینا رو همه رو از چشم انگلیس ها میدونست و انگلیس ها رو آدم های موذی خطرناکی میدونست. آنتونی پارسونز سفیر پیشین انگلیس در ایران میگوید که به خاطر سوابق تاریخی شاه شاید حق داشت که به سیاست انگلیس در ایران بدبین باشد، اما در سالهای اخیر وضع عوض شده بود و ایران سابق نبود. شاه هم کم کم در صحنه بین المللی مقام و منزلتی یافته بود و در صحنه سیاست خارجی بسیار مطلع و مجرب بود. Intellectual interest had gone into foreign policy. He loved foreign policy. He was very good at it too, very well informed in strategy and all that stuff. These are things that really interested him, and because he had such a mastery of that area, one assumed naturally enough that he was equally master of his own domestic situation. But of course he wasn't. He was totally out of touch. به عقیده پارسونز، شاه به سیاست خارجی اهمیت بیشتری میداد تا مسائل داخلی. اردشیر زاهدی که سالها سفیر و وزیر خارجه شاه بود میگوید که همیشه به اطلاع و تجربه شاه در سیاست خارجی میبالیده است. این رو من نمیخوام از ایشون تعریف کرده باشم، ولی یه بردی بود که واقعا من در این مدت که باشون در ملاقات هایی که با خارج داشتیم همیشه دو برابر قدم بالاتر میشد، چون طرزی که ایشون با این خارجی ها روبرو شدن و رفتاری که میکردن برای یک ایرانی به نظر من افتخار بود که ببینن یک همچین شخصیتی اینطور وارد و اینطور به جزئیات صحبت میکنه.
شاه خود در یکی از آخرین سخنرانی‌هایش در مجلس اصول سیاست خارجی ایران را چنین شرح داد: سیاست خارجی ما بر اصول تغییرناپذیر سیاست مستقل ملی و حفظ استقلال و تمامیت کشور به اجرای نقشی که از لحاظ سیاست جهانی و منطقه‌ای بر عهده داریم استوار بوده است. اساس این سیاست همزیستی مسالمت‌آمیز و همکاری با کلیه کشورها خاص ممالک همجوار و همکیش، حفظ و تشدید مبانی صلح بین‌المللی، همکاری جدی در عملی شدن خلع سلاح کامل و عمومی با نظارت مؤثر بین‌المللی، رفع اختلافات از طرق مسالمت‌آمیز و عدم توسل به زور و مبارزه با استعمار و هر گونه تبعیض نژادی است. مخالفان شاه معتقد بودند که عملاً سیاست او اطاعت از غرب، بیتوجهی به همسایگان و تحقیر کشورهای جهان سوم بود. اردشیر زاهدی این نظر را مردود می‌داند. ما با امریکا از یه لحاظ نزدیکی داشتیم، چون از لحاظ نظامی وسایل نظامی امریکا چه ما بخوایم چه علاوه من باشیم نباشیم یکی از بهترین در دنیا بود. بنابراین ما سعی می‌کردیم که چیزی داشته باشیم که بتونیم بهترین بوده باشه. ایشون یک احترام به خصوصی برای کشورهای غربی داشتن، چون معتقد بودن که تکنولوژی غرب و همینطور با ژاپن، این غرب تنها نیست، غرب و شرق میتونن برای ساختن ایران به ما کمک بکنن، و به خصوص که ما این همه محصل خارج فرستادیم که حتی امروز هم اینا در امروز ایران کار میکنن، اینها پایه‌هایی هستن که در گذشته شده و امروز میتونن به درد مملکت و در آینده هم به درد بیاد. اما جهان سوم، من میتونم بگم با افتخار یکی از ایراداتی که اون وقت دشمنان میخواستن بگیرن، میگفتند که ما چرا خرج میکنیم برای کشورهای جهان سوم. ایران در اون وقت تحت رهبری اعلیحضرت سعی میکرد که به کشورهای جهان سوم کمک بکنه، و هنوز هم ایران امروز هم سعی میکنه به اون عملیاتی که اون روز در ایران شده افتخار بکنه. من خوب یادمه در زمان خود من سعی کردیم با کشورهای آفریقایی روابط خیلی نزدیک داشته باشیم. من شخصا وقتی که در دولت بودم اون وقت با اغلب وزرای خارجه افریقایی رو برادر خطاب می‌کردم و ما با هم نزدیک بودیم مثل برادر، و همینطور با کشورهای آسیایی. در سالهای اخیر حکومت شاه، ایران از خریداران اصلی سلاح‌های امریکا بود که مبلغ آن به میلیاردها دلار می‌رسید. به گفته جورج بال، معاون سابق وزارت خارجه امریکا، خریدهای نظامی هنگفت ایران حتی مایه نگرانی بعضی از جناح‌های دولت امریکا شده بود. Between the time the Shah came back in 53 and 19 years later, May 72. از سال 1953 که شاه به ایران برگشت تا 19 سال بعد، یعنی تا 1972، ما شاه را کاملا تحت نظارت داشتیم. این ما بودیم که به او می گفتیم شما به فلان سلاح احتیاج ندارید و نباید آن را بخرید و به دردتان نمی خورد. در نتیجه در طول 22 سال کل اسلحه‌ای که شاه مجاز به خریداری آن از آمریکا بود از 1,300,000,000 دلار تجاوز نمی کرد. بعد از آن که در سال 1972 نیکسون و کیسینجر به او اختیار تام و آزادی تام دادند، میزان خرید اسلحه شاه از آمریکا در طی 7 سال 20 برابر شد. در واقع کاری که ما کردیم به این شباهت داشت که کلید بزرگترین انبار مشروب دنیا را به دست یک آدم معتاد به الکل داده باشند. What we had done was to give a confirmed alcoholic the key to the biggest liquor store in the world. این نظر منعکس کننده طرز فکر بسیاری از دموکرات هایی بود که در امریکا روی کار آمدند. در زمستان 1355 حکومت دموکرات ها جای جمهوری خواهان را گرفت. رئیس جمهور جدید امریکا جیمی کارتر بود. Our moral sense dictates a clear-cut preference for those societies which share with us an abiding respect for individual human rights. جیمی کارتر در مراسم تحلیف ریاست جمهوری بر همان پیام آزادی فردی و احترام به حقوق انسانی تأکید می کرد که شعار اصلی مبارزات انتخاباتی او بود. این پیام او بسیاری از رهبران کشورهای جهان سوم را که با امریکا دوستی نزدیک داشتند نگران کرده بود. به گفته داریوش و همایون از وزیران وقت، شاه هم از انتخاب شدن کارتر نگران شده بود. در 1355 وقتی که کارتر به ریاست جمهوری انتخاب شد، البته یک تکان سختی به تمام نظام سیاسی ایران وارد آمد. از طرفی شاه
بسیار نگران روی کار آمدن دوباره دموکرات ها بود و به خصوص که کارتر سخنانی درباره حقوق بشر و احتمالاً با اشارات مستقیم به ایران در جریان مبارزه انتخاباتیش گفته بود. از طرف دیگر پاسخ پیام تبریک شاه رو 5-6 هفته دیرتر داد، با تأخیر داد، اینا خیلی تعبیر شد در ایران. اما از ناحیه مخالفان و وابستگان به جبهه ملی اظهار نظرهای صریح ثبت شده ای هست که روی کار آمدن کارتر و سخنانش رو به عنوان چراغ سبز تلقی کردند و گفتند که باید بر فعالیت ها افزود و وقتی فعالیت هاشون رو شروع کردند باز سخنی از خمینی هست که به طرفدارانش گفته بود نگاه کنید ببینید اینا رو کاریشون نکردن پس شما هم شروع بکنید. به نظر اردشیر زاهدی ایجاد فضای باز سیاسی در ایران تصادفاً با آمدن کارتر همزمان شد. آمدن کارتر و نیامدن کارتر این برنامه کلی اعلیحضرت بود و آرزو اعلیحضرت بود که یه روزی ایران رو یک وضع دموکراسی بهش بده که مردم خودشون بتونن تصمیم خودشون بگیرن. آیا کارتر باعث این کار شد یا نه؟ من میخوام بگم که با اون اطلاعاتی که دارم و در جریانی که بودم نه، اعلیحضرت این برنامهشون بود. اتفاقا در این جریان چون کارتر آمد این موضوع هم پیش آمد. اما سایرس ونس نخستین وزیر خارجه دولت کارتر که در بهار 1356 برای بررسی مجدد روابط ایران و امریکا به تهران رفته بود میگوید با اینکه شاه از سیاست حقوق بشر کارتر نگران بود، دولت کارتر میخواست همکاری‌های نزدیک دو کشور همچنان ادامه یابد. ایران was a long time friend of the United States, a country which had played an important role in the Middle East. ایران با آمریکا دوستی دیرینه داشت. ایران در خاورمیانه موقعیت مهمی داشت و باعث ثبات در این منطقه بود. رابطه ما تا پیش از ریاست جمهوری کارتر به خصوص در دوره نیکسون و فورد بر اساس همکاری نزدیک بود. دولت کارتر که روی کار آمد، ما به ایران گفتیم که حاضریم این دوستی را ادامه بدهیم و با شاه و مردم ایران همکاری کنیم. در بهار سال 77 من به ایران سفر کردم تا این پیغام را به شاه برسانم. وقتی که به تهران رفتم، متوجه شدم که شاه نگران است. او می دانست که دولت کارتر برای موضوع حقوق بشر اهمیت زیادی قائل است. من در ملاقاتم با شاه به او گفتم که ما می خواهیم همکاری گذشته را با او ادامه بدهیم، اما اصل حقوق بشر هم برای من بسیار مهم است. در این حال من به او گفتم که این موضوع جزی از سیاست خارجی دولت کارتر است و ما نمی خواهیم فقط به دولت ایران یا دولت خاصی در این زمینه ایراد بگیریم، بلکه به طور کلی در رابطه با تمام کشورها به این موضوع می پردازیم. اما شاه به دلیل اهمیتی که دولت کارتر به حقوق بشر میداد نگران بود و فکر می کرد که شاید به خاطر این موضوع ایران و آمریکا به آسانی نتوانند وضعیتی را که در گذشته داشتند حفظ کنند. As he thought that this might make it more difficult for the Iranians and the United States to continue to have the kind of close relationship that existed before. نگرانی شاه به نظر بسیاری از جمله احسان نراقی فقط مسئله حقوق بشر نبود، بلکه اصولا شاه در روابطش با دموکرات‌ها راحت نبود. اون عجیب معتقد به سیاست کیسینجر و نیکسون و جمهوری خواهان بود. این خودش رو متکی به امریکا میدونست، به خصوص به جمهوری خواهان، و با دموکرات‌ها فلج بود. کارترم در یه وضع خاصی آمده بود سر کار. کارتر پس از جنگ ویتنام که دانشجویان امریکایی، جوانان امریکایی سخت باش مبارزه کرده بودن چند سال با جنگ ویتنام، و بعد قضیه واترگیت آمده بود سر کار. یعنی یه کارتری بود با این نهضت جدید جوانی و آزادی خواهی و اینا. اطرافیانش هم آدمای نسبتاً به قول خود امریکایی رادیکال بودن، کما که در مصاحبه‌های تلویزیونی هم که کارتر کرد قبل از انتخابات با جرار فورد، یکی دوتا مثالی که زد در باره سیاست خارجی جمهوری خواهان دقیقا به عنوان مثال ناموفق و قابل ایراد ایران بود. خرید اسلحه ایران و توجه به ایران و رعایت نکردن حقوق بشر حرف. این بود که شاه وقتی که در امریکا انتخابات شد و کارتر من سر کار، تعادل خودش از دست داده بود، نمیدونه چیکار بکنه. یعنی اگه بخوایم رمان یک سال شاه بنویسیم، رمان
خلاصه یأس و حرمانی است که نسبت به امریکا داشته و نمیتونه برای خودش روشن کنه چرا. به خصوص که سیاست امریکا متشدد بود، نیکسون یک سیاست متمرکزی داشت، خودش تصمیم میگرفت تقریبا با کیسینجر و توافق داشتن با هم، اما بعد که کارتر اومد سیاست پخش بود، متشدد بود. کارتر بود، سایرس ونس بود، وزارت دفاع بود، CIA بود، هر کدوم یه روش خاص داشتن. شاه نمیتونست یک به اصطلاح طرف مکالمه واحد نداشت در امریکا. همزمان با روی کار آمدن کارتر، دشواری های اقتصادی و مشکلات سیاست داخلی نیز فکر شاه را مشغول کرده بود. به نظر داریوش و همایون، دولت کارتر سیاستی آشفته داشت و این آشفتگی شاه را تشدید کرد. از 1976 هرچه از امریکا بود در نیافتن مسئله کج و مج رفتن، مثل خود شاه نشانه های متضاد و متناقض به شاه دادن و به رهبران انقلاب دادن، کمک کردن به آشفتگی اوضاع، کمک کردن به فرو ریختن ایران، کمک کردن به شاه برای اینکه ضعیفتر و سردرگمتر بشه، کمک کردن به انقلابیون برای اینکه دلگرمتر بشن و بیشتر بخواهند. ولی این که میگویند که امریکا مثلا خمینی رو راه انداخت، کارتر میخواست امام شاه رو بیاندازه، اینها به نظر من بی‌معنی است، چون در توانایی سیاست اون روز امریکا نمیگنجید چنین کارهایی. نه اینکه حالا میخواستن نمیخواستن، بحث دیگه است. دستگاه امریکا توانایی یک ابتکار سیاسی اندیشیده شده رو در مورد ایران نداشت. پس از یک سال که شاه اشارات و تعبیرهای ضد و نقیضی از سیاست کارتر در قبال ایران دریافت میکرد، خود عازم واشنگتن شد تا سیاست کارتر را از زبان خود او بشنود. سایرس ونس وزیر خارجه پیشین امریکا هم در این گفتگوها حضور داشت. The Shah came over to the United States himself, which I believe was in the latter part of 1977 in the fall of 1977. وقتی که شاه به امریکا آمد، گمان می‌کنم که اواخر پاییز سال 77 بود. در این سفر ماجرای ناگواری پیش آمد. در مراسم استقبال رسمی از شاه در محوطه کاخ سفید تظاهراتی برپا شد و پلیس مداخله کرد. گاز اشکاور پلیس به محوطه مراسم رسید. چشم‌ها به اشک افتاد و این منظره را همه دیدند. اما گفتگوهای شاه و کارتر در این سفر بسیار مهم بود. کارتر در این گفتگوها به شاه اطمینان داد که فروش اسلحه به ایران ادامه خواهد یافت، اما در این حال گفت که به طور کلی می‌خواهد در فروش اسلحه به کشورهای خاورمیانه دقت بیشتری کند و از این رو به درخواست‌های ایران برای خرید اسلحه نیز با نظر مساعد اما با دقت بیشتری نگاه خواهد کرد. ما بعد از مقامات ایران شنیدیم که شاه از این سفر راضی برگشته و بهتر متوجه شده که کارتر می‌خواهد از او حمایت کند و دیگر نگران نیست. He understood now better the fact that the president tended to support the Shah and that he should have no concern about that. به گفته اردشیر زاهدی، اصولاً ایران نمی بایست به نظر کارتر و دولت امریکا تا این حد اهمیت بدهد. کارتر کی بود که ما اینقدر بهش اهمیت بدیم؟ این کارتر که ما این کارتر می کنیم، همون کارتری بود که استدعا کرده بود و اول علاقمند بود که به ایران بیاد، بعد برای بازدیدش علازت. ولی روی جریاناتی که پیش آمد این طور شد که در اون نوامبر اول علازتش بردن، بعد کارتر شب سال نو آمد به ایران و این تمام مدارک هست و این هم منتشر خواهم کرد. و گزارش این سفر فردای آن شب از رادیو تهران چنین پخش شد. شاهنشاه و پرزیدنت کارتر از ساعت 5:40 دقیقه تا ساعت 6:20 دقیقه به طور خصوصی با یکدیگر گفتگو کردند. پرزیدنت کارتر سپاس خود را در مورد کوشش موفقیت آمیز دولت ایران در عدم افزایش قیمت نفت حداقل برای مدت کوتاهی ابراز داشته و شاهنشاه نیز کوشش های رئیس جمهوری را در راه انجام وظیفه‌شان مورد ستایش قرار داد. امشب از جانب شاهنشاه آریامهر و عالی حضرت شهبانو ضیافت شامی به افتخار حضرت رئیس جمهوری آمریکا و بانو کارتر در کاخ نیاوران ترتیب یافت. در سر میز شام نخست شاهنشاه آریامهر طی بیاناتی چنین فرمود: برای شهبانو و من پذیرایی از آن حضرت و بانو کارتر در کشور خودمان مایه کمال خوشبختی است. حضرت رئیس جمهوری، شما اکنون به کشوری آمده اید که پیوندهای دوستی بسیار استواری با مملکت و ملت بزرگ شما دارد. بشر دوستی، آزادی خواهی، نیک اندیشی و خلاقیت که وجه امتیاز ملت بزرگ آمریکاست
همواره مورد علاقه و احترام ما بوده است. شما از نخستین روزهای فعالیت انتخاباتی خود نشان دادید که تا چه اندازه به آرمانهای عالی بشر، به حق و عدالت، به معتقدات اخلاقی و به ارزشهای انسانی دلبستگی دارید. همه اینها عواملی است که جامعه آمریکا را در مدتی کوتاه بدین درجه از توانایی و حیثیت جهانی رسانیده است و ملتی مانند ما با سابقه فرهنگی بسیار کهن خوب احساس می‌کند که به خصوص در جهان امروز ما که از نوعی بحران تمدن رنج می‌برد، این آرمان‌ها و اصول اخلاقی تا چه اندازه حیاتی است. پس از نطق شاه، رئیس جمهوری امریکا در پاسخ گفت که ایران تحت رهبری عالی شاه جزیره ثبات و آرامش در یکی از طوفانی ترین مناطق جهان شده است. ایران because of the great leadership of the Shah is an island of stability in one of the more troubled areas of the world. This is a great tribute to you, Your Majesty, and to your leadership, and to the respect and the admiration and love which your people give to you. کارتر در پایان سخنانش می گفت: اعلی حضرتا، این ستایشی است از شما و رهبری شما و احترام و عشق و سپاسی که ملت به شما دارند. درست 9 روز پس از این نطق کارتر، تظاهراتی در قم برپا شد که به خونریزی انجامید. و انقلاب در واقع آغاز شده بود.